سلام و عرض ادب خدمت ساکنین کره زمین، همراهان رادیو دماوند و دوستان خوب خودم. امیدوارم که همیشه سر حال، پر انرژی، قبراق و توانا باشین، مثل همیشه که حتما هستین. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. امروز 13 رو داریم به پایان میریم، ورود بشیم به 14 ژانویه 2022. امیدوارم که این سال جدید رو که 13-14 روزش رو پشت سر گذارنده باشیم، خوش آغاز شده باشه و به شما هم خوش گذشته باشه و نگاه به جلو برای موفقیت‌های بیشتر، ثروت و سلامتی افزونتر باشیم. امیدوارم که خانم همیرم داره ما را همراهی میکنه با صدای زیباشون. یه تیکه میشنویم، گفتم که امروز 13 بعده و یک چند مطلبی رو در رابطه با اوضاع احوال ایران با هم در میون بذاریم. اما به قول دوستان آذری، اما قرار گذاشتم دیگه واقعا بی جسم ناقص بدگویی نکنم. بد هست، من باید یاد بگیرم که اکشن باشم، نه باید ریاکشن باشم. یعنی منه که میگم، یعنی منو شما رو میگم، برای که موضوع رو، مطلب رو برسونم میگم من، وگرنه ما دماوندی ها. چرا حالا میگم من؟ یه دو سه کلمه راجبی من و ما صحبت بکنم، بعد بریم سراغ اصل قضیه. ببین، ایدئولوژی اسلامی اجازه فردیت رو نمیده، فرد وجود نداره. مثلا انگار مثلا توهین به قرآن و خدا کردی، بخیم من اینو گفتم، چون میزنه جا به جا تو ذوق. من را خود بزرگ میبینی، تو کی هستی؟ من چیه؟ من وقتی یادم اومده بودم اینجا، البته بعدم تجارب، بعدی که این همه سالا هم دیگه یاد گرفتیم، میگم اکثرا همین مشکل رو ما داشتیم. ما اومدیم میخواستیم بریم هوم آفیس اینترویو بکنیم، بعد مثلا گفتیم ما این کار رو کردیم. تقریبا شاید بیشتر از واقعا 20 بار این مأمور امیگریشن، البته این موضوع مال خشایارشا صرفه کنم، شاید بیشتر از چندین بار این مأمور مهاجرت ما رو تحسین کرد که ما یعنی کیا. گفتم ما دیگه، آقا ما یعنی کی؟ ما آقا این بنده خدا مونده بود که ما که این مترجمم نمیتونیم. آقا شماها کیا بودیم؟ گفتم ما بودیم دیگه. خب حالا بیا دو ست توضیح بده که آقا نه اون منظور منو میفهمید، نه ما، در حالی که اون ما منظور من بودم، ولی چون تو فرهنگ تخریب، فرهنگ خودزنی، فرهنگ غم و ماتم و توسرزنی و فرهنگ عبد، عبید، برده، غلام، نوکر، چاکر رو توی فرهنگ اسلامی به تو مغز من فرو کرده بودن، که قبول نداشتم که من هم وجود دارم. من در ما حل شدیم که متاسفانه اون ما هم خلاصش میشه این جنایتکار ولی فقیه، یا ولی بقی، واقعا بقی درسته. از عشق فقط باید خوبی ببینیم. چه خانم همیرا داری شکایت میکنه از عشق چیزی بد دیده مگه خانم خانم؟ نه بابا. خب ببینید، توی فرهنگ لیبرالیسم فرده که تعیین کننده است. منم، من این دستور رو میدم، من این مسئولیت به عهده میگیرم، من اینو میخوام. توی فرهنگ غلام پروری، نوکر پروری، برده پروری اسلام، من وجود نداره. عبیدم، عبیدتم، نوکرتم، به خاک چی میگم؟ به خاک افتادم، عبدم، عبیدم، غلامم، نوکرم، چاکرم، یعنی هر چی بدبختی تو دنیا به تو میدهش که فقط از این حالت فردی تو ازت بگیره، حلت کنه توی ما، که بعدم یک مرجع، به قول دوست عراقیمون مرجع، مرجع یعنی مفعول در زبان عراقی. اگه من الفی عربی بلد نیستم، ولی این دوستم حیدر به من میگفت، میگفت خودشم خیلی شیعه از نوع خامنه شیعه داعشیه، یه در میگفت که این مراجع تقلید مرجع نیستن، مرگن. بعد میگفتم مرگ یعنی چی؟ میگفت مرگ یعنی مفعول. حالا با الا من معنیشم کنم، ولی به این مراجع حیوان صفت و حیوان
اندیش مرگ هستن، مفعول هستن همشون. واقعیتش اینجوری، واقعیتش اینه که در 20 تا دختر جوون و نیمه جوون و خوشگل همه در خدمتش هست، ولی حال دیگه از سخت سوزمون چون دست گربه به یه چیز نمیرسیم گفت پی پی. حالا بگذرین این روزگار، بگذرد این روزگار تختر زر بار دیگر روزگار چون شکر آید. که این روزگار مثل شکر میاد زمانی که من و تو خودمون پیدا کنیم، از ما در بیاییم به من تبدیل بشیم. منم این چیزی که تو شاهنامه راجب من خیلی فرد منم من آنم که رستم بلا بلا همی چیا، ولی توی فرهنگ انسان کشت تباه چون اسلام هر جا فرهنگش رفته فقط خرابی آورده. واقعا یه جا بیان بگیم به ما من کار ندارم، من خودم مسلمونم، اندیشه اسلامی دارم، ولی حتما اول ایرانیم، حتما منافع ایرانو به اسلام ترجیح میدم به ایدولوژیک اسلامی، حتما یه موی گندیده دختر پسر مرد و زن ایرانی به هزار تا اندیشه اسلام عوض نمی کنم. انسان ایرانی شریف هست، ولی خودم به عنوان ایدئولوژی الان غیر اسلام چیزی رو قبول ندارم. الان بهترین ایدئولوژی که دارم ایدئولوژی برای راهنما و روش زندگی من زرتشت مطالعه نکردم. فعلا من مسلمونم، اسلام رو به عنوان یک بیان آزادی، یک روش زندگی، یک راهنمای زندگی قبول کردم. اما واقعیتش برخلاف آقای مهدی بازرگان که گفته بود من مسلمانم یا خیلی از این دوستان، بعد ایرانیم، نه من حتما ایرانیم، حتما ایرانیم، حتما ایرانیم، بعدم ایدئولوژی اسلامو پذیرفتن به عنوان بیان قدرت که میتونم با این ایدئولوژی علیه قدرت قد علم کنم، ولی اون بخش التقاطی که این مراجع تقلید این حیوانات قوم اومدن اضافه کرده که فردیت رو بکشه بیا ماه درست کنه، بعدم این ماه میشن یه جمعی گوسفند که حتما خود بیشه همه چیز شمیشه چوبونه، نه اینو قبول نداریم، نبایدم قبول بکنیم، چون در فردوسی که میخونی فقط از فرد حرف میزنه. توی فرهنگ لیبرالیزم تو قرن 2021 فرهنگ دموکراسی اروپا و غرب من هستم، یعنی من این گفتم من این مسئول و در قبالش هم فقط این نیست که من حکمرانی بکنم که باید بکنم، مثلا حکمران جهان منم، اینا حتما درسته، ولی در قبالش هم مسئولیتم میپذیرم. کار اشتباهی اگه میکنم مسئولش من هستم، اگه کار درستی میکنم پاداشش رو من میگیرم. فرد ارزش داره. آخه جالبه در او اسلامی که من به عنوان بیان آزادی و فرهنگ راهنمای زندگی قبولش دارم، در اون درون اسلام خدا میگه من درون شمام، اگه خدا بخشش درون منه پس دیگه ما نیستیم، منم خدا یکیه. وقتی بگم ما یعنی دارم ترویج شرک میکنم، یعنی برای خدا شریک پیدا میکنم. اگر من خلیفت الله هستم در کره زمین که هستم، خب وقتی میام ما میشیم که یعنی برای خدا شریک جستجو میکنم که این شرکه، این کفره، این گناهه و نباید بکنم به خاطر چهار تا آخوند شکم باره حرام لغری مفتخور دقل که من نباید برای خدا شریک پیدا کنم، که منم، من خلیفت الله، منم که بخش روح خدا درون من دمیده است، ما نیستی، من بت پرست نیستم که 10 تا بت داشته باشم، اینا همه خدایان منن، خدا یکی، منم یکی هستم، شریک پس ما نمیشیم، چون اگه ما بشیم برای خدا شریک پیدا کردیم که کفر و حکم التقاطی حتما داره، جرمه. خب اما متاسفانه تحت نام اسلام یه همچین ضایعه‌ای رو اومدن اضافه کردن و دارن حسابی این آخوندهای تبهکار پلیس سوار شدن بر این ملت میتازونن. اینم یه مثالی بود، میگید دوستان کور چون اکثرا تو مناطق کوهستانی هستن، میگو یه قاطر دستشو میفته، حتی حالا همگانی نیست، یه دوستی تعریف کرد فقط مال خودش هم گو، ولی به همه کردا میبست که اشتباس، بعد گو اینقدر از این علاقه بار میکشم که دیگه علاقه میمیره زیر بار، یعنی اصلا فلش نمیکنن، نه بازنشته، نه هیچی نداره. حالا آخوندم واقعا برای ملت شیعه سوار شده حرامزادهای پلید
ولی اصلا نمیدونم چه کلمه برای آخوند بتونم پیدا کنم، اصلا خوب توش نیست چون همشون کثیف و پلید و پستن، امکان نداره کسی شکل عوض بکنه، لباس عوض کنه، بعد بوی خوبی داشته باشه. زمانی خوبه که اون لباس رو عوض کنه از تنش. اون لباس یعنی لباس عوام فریبی، لباس بیشرفی، لباس رزلی، عمامه، نشانه پستی و پلیدی و رذالته. اگر که انسانی خوب باشه با اما و ابا ابا و امامه خوبی و بدیش نشون نمیشه، با اخلاق نیک و کردار نیکشه، نه به خاطر اینکه چهار تا متر پارچه رو حروم میکنه. واقعا توی جامعه که میتونه چهار پنج تا لباس برای یه بی لباس درست بکنه، با ابا امامه میبنده دور کله خرفتش که روز به روزم مخه نداشت که، همون یه ذره هم هوا نمیخوره، پوسیده تر و فسیل تر میشه. آخوند پلیده، یه کلام، آخوندی که لباس بر تن داره، آخوندی که القاب برای خودش درست میکنه، پلیده. از دستشویی که میری سیفون میزنی هم پستره، رستره، بدتره. حالا برگشتم کجا، اینقدر مطلب زیاده وقت شروع میکنیم دیگه، یه طرف هم دیگه ول نمیکنم. داشتم عرض میکردم راجب اوضاع ایران دوستا مطالب بود میخواستم عرض کنم، ولی خب خبر موضوعات خودمون هم هست، نمیخوایم از اینم گذر کنیم. پس ببینید، فرهنگ من باید جایگزین فرهنگ ما بشه. این فرهنگ ما یعنی که حق زندگی رو از تو گرفته، به تو زندگی نمیده، چون توی وجود نداره، منی وجود نداره که حق زندگی داشتم. ما این مثل یه گله گوسفند، برو تو اونا بچر، حقی نداری اعتراض بکنی. چون گفتم وقتی اومده بودم اینجا اقدام کرده بود بر همه دیگه، یک سری ما میگه همین هم دوستان هم جوه. الان هیچ که خیلی وقتی میخوای بگی من اینو گفتم خجالت میشه، قرمز میشه، رنگت میپره، چرا اینقدر من گفتم؟ آقا تو من هستی، چرا ما نیستی؟ تو منی، خودتی. ما یعنی یه مجموعه از من و تو میشیم، ما یه مجموعه گوسفند دوره هم جمع میشیم، گوسفندن ما گاب و گاب میشم. هم اینجوریه انسان، فرد، خدا شریک نداره، خدا درون توه، تو خلیفت اللهی، خلیفت الله که ما نمیشیم، اگه ما مال گاوه، ما نه، شما من هستی، من هم باید بمونی. اون فرهنگ پست پلید ایدئولوژی که اسلام آخوندیه که این حقو از تو میگیره که تو نباشی، تو وجود نداشته باشی، برو فلان تو باقالیا، فلان ما برشو، چون وقت ما شدی تو حق اعتراض نداری، حق حرف زدن نداری، حق خواستن نداری. من اینو میخوام چیه؟ من اونو میگم چیه؟ تو برو تو ملوی باقالی، تو مایی، مایی وجود نداری. خب؟ پس یادمون باشه اسلامی که بیان آزادیه، بیان استقلاله، بیان برابریه، من درونش هست، ما وجود نداره. پیغمبر خدا یک نفر بود، من یک نفرم، چون تو همون قرآن اینو خیلی تکرار کردم، خلیفت اللهم، خدا درون منه، پس ما نمیشم، چون ما در اون صورت جرم، یعنی هم به خودم ظلم کردم، هم به خدایی که خالق منه ظلم کردم. اینو خودمون رو تأسیس کنیم که من هستم، ما نیستم. خب این منم که از رادیو دماوند با شما دارم سخن میگویم. یه آهنگ بشنویم و بعد بیام ببینم راجب اوضاع ایران میخواستم صحبت کنم که چه خبراست که مهمه راجبش صحبت بکنیم، چون باندهای تبهکار آخوند مثل کرم خاکیه، لجنه، همش اصلا خوب توش نیست. قول داده بودم که به این دجال موزینه جسم ناقص کمتر کلمات بد استفاده کنم، چون اون بده، من خوبم، من نباید اینه داشتم میگفتم، نباید من ریاکت باشم، ریاکشن نباید بکنم، من خود اکشنم، من کسی نباید اگه این کار بد میکنه. گر تو بد خواهم میگه که آقای خیام داشت مشروب میخورد، مست کرده بود، من تو حال خودش نبود، خلاصه داشت فوش به خدا میداد و خلاصه یقه گیری میکرد و اینا، بعد اومد زد لیوان مشروب انداخت، گفت خدا غلط کردن، گر من مست کنم تو میکنی بدمستی، ربی خاکم به دهان، مگر تو مستی ربی؟ حالا جریان ماست، اینو چرا آوردم، چی میخواستم بگم؟ به جان خودم
مردم من از عشق تو مردم بشنویم اما سعی میکنیم برنامه رو یواش یواش به پایان میبریم برای شما آرزوی بهترین رو میکنم تا دیداری دیگر هزاران درود خدا بر تک تک شما و زنده باد ایران ایران جاویدان و شما هم زنده و جاوید باشین تا دیدار و شنیدار دیگر حق یارتون